سلام ای قشنگترین های 1500 سال گذشته و حال و آینده قلب من، یعنی من اگه بمیرم زندگی بعدیم هم به دنیا بیام با شما تو قلب منی. تموم شد و رفت. حالتون چطوره؟ یه ویدیو دارم براتون درجه یک. یه عده زیادی میگفتن که این پسره وای به شوهرها رو داره. بعد مثلا پسر ویدیوش چی بوده تو اینستا؟ میونه آتیش به زیر چشمتا قدم زدم، شاید که به عملت بشه، من دیگه عشق بلدم. صرفا روی حساب شوهر ماه این یکم وای به خیانت داره. این شوهرهای خیانت کار وایپ پسر مودوه اینستاش. من برادیار میشم، یار وفادار میشم، دل و دلدار میشم، غمداری غمخوار میشم. تایتل بلایند دیت شیک با دوتا آدم حسابی دانا دایه چه نایی؟ دوستان خوبم سلام، من شهاب صادقی هستم و خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو بلایند دیت دیگه با حضور فرناز و خشایار. بینمت متشکرم که این ویدیو و این کانال رو انتخاب کردید. امیدوارم که ببینید و لذت ببرید. سلام فرناز. سلام خشایار، خیلی خوش اومدید. سلام، خیلی ممنونم. وای صد کنسلی جوراباشو نگاه کن با شلوارش کن. تمومی تو در ثانیه 27 این برنامه که 26 ثانیه شقه شعب جان صادق صحبت کرد تو کنسلی. از دعوتتون متشکرم. شروع بشو. سلام به خانم فرناز و نه ایمدی اینجا بگیم به تو پسر حق نگذاریم قیافه از قسنگ. یه دقیقه دختره چت تحت تاثیر هورمونی دقیقه قرار نگیرین، قیافش قشنگه و اینا رو یه دقیقه بذارین کنار. باتن بزن دهنش وا کنه، غیر از میونه آتیش با زیر چشمتا لب خونه میکنه. ببینیم که تو چند تا داره. شعب گل متشکرم. یه معرفی کوتاه از خودتون داشته باشین. من فرنازم، رشتم بازیگریه، 23 سالم. تو الان نمیگه بازیگری، الان که میخواست بگیشت بازیگری. خستم خدایا. شما همیشه نخنده روی بازیگر فیلم های کومیدی بکنن. من خشایارم، 28 سالمه، لیسانس بازرگانی دارم، شاخه امور گمرکی و کارم واردات ماشینالات حفاری و صنعتی و مدنی. ماشینالات حفاری. یه تایمی هم تنیس تدریس میکردم و تنیس هم بازی میکنم. آیا دیت بد داشتین؟ یه بار ما رفته بودیم بیرون، بعد اینطوری بود که خیلی چرخیدیم، هی چرخیدیم کلن چرخیدیم دور خودمون. همه شگه من آخرش خسته شدم، گفتم من میخوام برم خونه، من دیگه نمیکشم. یعنی چی چرخیدیم تو ماشین؟ آره، یعنی فقط دور میزدم و من اینطوری بودم که اوکی وایسا من خودم میرم واسه این نوشیدنی چیزی میخواستم. تو نمیخواد دست خسیس بوده. به تو چه؟ چرا کامنت میدی راجع به کسی که باشه عبد سر دید میخواد خودتو عزیز دلش کنی؟ واه این تو جیبه. بعد رفتم خونه همونو و دیگه تموم. فهم میکنم به خاطر چی بوده؟ این نمیخواست مثلا جای پیادشین حساب کنه؟ آره فکر میکنم احتمالا، ولی خب دیگه خدافزی کردیم و رفتیم دیگه. یه دفعه من توی اینستاگرام با یکی آشنا شدم. بعد از اینکه ویدیو میونه آتیش به زیر چشمتا جولیا رابرتس، این اصلا عکسا رو میدیدی میگفتی خدایا شکرت بالاخره چیزی که میخواستم دیگه داره میاد. شکر شهاب جان اومد. ای گوش تلخ شهاب جان، اصلا دیگه از اون بعد خبره شدم البته ها، یه جوری برای تو پیج میفهمم این چند کیلوه چقدرشه. بابا مگه یعنی خبره شدم دیگه میفهمم از تو پیج چند کیلوه قدش چقدره. به خاطر اینکه بیستاری اون حفاریت. خب داداش خابیدی رو پیجت
داری حفاری میکنی وجه دخترها رو. نمیدونم میخوای به چی برسی، به نفت برسی، به چی برسی. آمارت هست شوهر مردم، شوهر مردم واقعا میتونست اینو دستگیر کنه. این جعل هویت کرده بود، این اون نبود، واقعا نبود. اصلا چه کاری به فیلتر و قیافه و اینا ندارم. و گفتم که من برادرم تصادف کرده، همین الان باید برم. خیلی من برادر ندارم، خیلی حالش بده. من عمو ندارم و این دروغا بعضی وقتا گفته بودم تو مدرسه اینا. مثلا عموم حالش بد بود بیمارستان، مثلا عمو ندارم. اصلا قد شده، یعنی یه جوری که فقط برم دیگه. از اون به بعد خدا رو شکر خبره شدم، یه اتفاق برام نیفتاد. الان خبره این دیگه تو اینستاگرام میتونم بفهمم این داره. ببین وای کلا حفاریت مجازیه، پس کسی بهت پا نداده بیاد. حفاری دخترها یه جا خودشونو لو میدن، یعنی بری تو پیج بری پایین مثلا یه عکس عروسیه، خب اون تواسه تیپه خوبه دیگه، گفته ولش کن بذار به خاطر لباسم و استایلم قیافه رو دیگه دقت نکرد، زاویه رو دیگه رعایت نکرده. یا بری اون تهای پیج یه سری حواسشون نیست، مثلا یه عکس داره مثلا اون سال 2002 اونو وای اصلا ببین جوراب و کفش و شلوارت بی نهایت کنسل ترین کفش و جوراب و شلوار دنیاست. نمیدونم چقدر بگم دیگه واقعا کفش و جوراب و شلوارت. ببین خودمونیم روک، کفش و جوراب و شلوارت خیلی زشته، خیلی زشته، داغون. من اصلا داغونم، من همه چی سر تا پام داغونه، ولی تو هم منم بده. مثلا تو خیلی داغون، اصلا جوراب و کفش و شلوارت داغون، افتضاحه. یعنی اصلا جور اصلا کنسل، اصلا من نمیتونم تعاملت کنم. ببینی خب بالاخره بیس کار دستت میاد. خب اگه یکی اونا رو نداشته باشه چی؟ اون خبره تر از منه. آفرین. اون یه رکبش دست بالا دست بسیار عزیزه. بفهمین که تو دیت اول چه فاکتوری خیلی بچه‌ش. چه حالت اینجوری داره؟ نمیفهمم. تو میاد آیا ظاهرشه و یا رفتارش؟ اگه ظاهرش آیا چیز به خصوصی هست مثلا به چشمتون بیاد، کفششه، یکی میگه دستشه، یکی فلانش؟ تو قرار اول من کلن به چیزی که اول نگاه میکنم لباس و کفشه، کلن نمیدونم چرا، ولی لباس و کفش اصلا ریده انتخاب کفش و جوراب و شلوارش ریده، خیلی توجه منو جلب میکنه. بعدش خب قطعا ظاهره دیگه، حالا یه کم کم پیش بریم ببینیم. بیشتر ظاهرش به چشمتون میاد، شما بفرمایید. بی ظاهر که مهمه واقعا، یعنی یکی گفت ظاهر مهم نیست برام داره شعار میده. یعنی مثلا حالا به آدمای چاق توهین نباشه ها، اونم جذابیت و نمک خودشون، ولی 200 کیلویی بذارن جلوت میره دیگه، بالاخره تاثیر داره. حالا نمیگم که شما فکر کنم دل ندارم، تجربه تو خوبی نداری. اون اومده تو ذهنم الان، ولی نه ظاهر که قطعا مهمه. آقا من توهین میکنن به کسی که اضافه وزن دارن، بعد میگن اونا هم توهین نشه ها، حالا بعد توهین میکنن. ولی خلق و خوی طرف برای من خیلی اهمیت داره. بیرون میخوای حالت خوب باشه، خوش بگذره، چهار تا حرف مشترک داشته باشی. مثلا یه سری ها میشینم، آره من با یکی دوست بودم، آره ما رفتیم فلان جا، اینا یه ذره برای من اذیت کننده است. میشینن خاطرات رابطه قبلیشو، نمیدونم من اینجوری کردم اونجوری کردم. کلا پوز دادن خیلی بدم میاد من، آدمی که پوز بده رو نیست. شما چطور؟ آیا ویژگی به خصوصی است که دیت اول ببینی یا خیلی تو ذوقتون میخوره یه کار خاصی بکنه تو ذوقتون میخوره؟ مثلا فکر کن از اینکه طرف بخواد خاطره تعریف کنه از مثلا چه میدونم دوست پسر سابقش، پوز دادن حساب میکنه. طرز فکر طرف رو داشته باش. یعنی اگه میاد میگه من تو رابطه قبلیم فلان آسیب رو دیدم، تو داری پوز میدی چون دوست پسر داشتی. پس اگه به پوزه، منم 200 دوست دختر داشتم، اینو پوز دادن میدونه. اینکه مثلا بخوای از رابطه، اتفاقا به نظر من خیلی مهمه که آدم بخواد راجع به گذشتش صحبت کنه بدون اینکه بخواد طرف اینجوری باشه که مثلا تو چون دوست پسر داشتی یا دوست دختر داشتی
کنسل، جدا از شوخی دارم این حرفو میزنم، جدا از جاج شوخی همه اینا. خب ولی به نظر من یه جاهایی تو رابطه لازمه که آدم یه درصدی از گذشته اون آدم بدونه، برای اینکه به خودش اضافه شه، یعنی برای اینکه بیشتر بشناسه اون آدمو. مثلا میگه اگه من با چه میدونم دوست دختر قبلیم سر فلان چیز دعوا کردم، به هم زدم، من اینو گفتم، بهش اینو گفتم، تو میفهمی که اون آدم یه جای سخت چجوری رفتار میکنه، چی میگه، چجوری داره اون شرایطو مثلا چه میدونم میچرخونه. آدمیه که ول میکنه میره، آدمیه که جواب میده میمونه پای حل کردن اون مسئله مشکل. به نظر من یه جایی خیلی مهمه از گذشته هم دیگه صحبت کنیم. هیچ ایرادی نداره، هیچ اشکالی نداره که تو بخوای بدونی تو اون آدم تو گذشتهش چرا به هم زده، برای چی به هم خورده، چه میدونم اگه دعوایی داشته چهار تاشو تعریف کنه. خیلی به نظر من خوب آدم اینا رو بدونه، خیلی کمک میکنه که طرفو بشناسی. نمیدونم چرا پوز دادن میدونه اینو. کنسلی چرا میگه از گذشتش بگه؟ چی براشون تو دیت اول کنسله؟ اینکه بخواد مثلا راجع به این حرف من اینو داشتم و من اینو دارم و مثلا ماشین من اینجوریه، من خیلی از این. یه وایب جوونیای هانا مونتانا داره دختره. مایلی سایروس هانا مونتانا بود اون زمان. یه فرکانسی از هانا مونتانا قدیم توشه. این برام تو کلن کنسلی. آره اصلا اینجوری دوست ندارم. بفرمایید که ظاهر مورد نظرتون چیه؟ شما که انقدر براتون مهمه. قد بلند، قد بلند از عرض قد بلند دوست دارم. هیکل واقعا حالا مهمه دیگه. من واقعا دوست دارم که حالا پسر باشگاه بره پایین، پارتنرم باشگاه بره، واقعا اینو خیلی دوست دارم، این در اولویت قرار میدم اینو. بعد وای پسر میدونه کدوماست؟ اوناست که بوی عطرش انقدر زیاده که تو سر درد میگیره. میخواد بگه من خیلی خفنم، پس اوت کلونو باز میکنم، لایه لنگ زیر بغل، لایه همه چاکراها، همه جای، و از بوی زیاده عطر تو دیگه واقعا بعد نیم ساعت سر درد میگیره و سرگیجه حالت هوا دست. چی؟ مشکی باشه؟ نه اتفاقا اصلا عطر مشهدی بهش نمیاد که بزنه، عطر خیلی تند و تلخ و تیز. چشم ابروش مثلا هرچی عطرم تلختر و تیزتر باشه حس دختره رو برمیانگیزه، بیشتر میتونم حفاری کنم. پوستش نه؟ پوست سفید؟ شبا به نگاه میکنید خب سفید مشکیه رنگیه. ببین من حقیقتاً معیار دقیقی که بگم پوستش اینجوری باشه اونجوری باشه، هر آدمی تو هر تیپ ظاهری که هست میتونه جذاب باشه، نه حالا صرفاً برای من کلاً دارم میگم، ولی دروغ به نگم تیپ طرف خب برای مهمه. وای تیپ خودت کم ارد، لباست بد نیست، من فن راه راه هم، طرفدار تیشرت و لباس راه راه هم، لباس دوکی. ببین کمر با پایینت واقعا تیپت ریده، خیلی تیپت بده، برای چی میای میگی تیپ برات مهمه؟ تمیز بودن یه دختر جز فاکتورهای اصلیشه. مثلا موهای دختر رو بو میکنی و کیف، برای مثال خدمت، و اینکه بقیه چیزاش هم باید میگم دیگه، لحاظ لباس و فلان و اینا. موهای دختر رو بو میکنی، انگاه تو کتاب قصه ها در اومدی. اسب سفید تو کجا پارک کردی؟ گیسوانشو بو میکنم و سوار بر اسب بعد از باغ میبرمش منزلم و لبهای همچون قنچش رو میبویم اما نمیبوسم. خب تمیز باشه. آره خدا رو شکر. و این که من خیلی حالا استایل کلاسیکو دوست دارم، یعنی اسپورتش یه حدی هستم ولی کلاسیک اصلا مردونه
مشتی خیلی خوب. من که دوست دارم که پارتنرم واقعا بوه خوب بده، یعنی ما عاشق اینیم که گوه بده طرف، ما اصلا بعدمون میاد طرف تمیز و پاکیزه باشه، بوه مثلا جوب بده، فازلاب بده، اصلا عشق میکنم. آره این خیلی دوست دارم. ولی من یه چیزی رو نمیتونم تحمل کنم، استایلای لش و خیلی مثلا استایلای رپری برای مخصوصا دختر، مثلا کتونی های تانکی ها مود شده، من دیوونه میشم. یا حالا مثلا شلوار کارگو یه جایی میشینه به یه مراسمی میخوره، ولی استایل خیلی لشی که دختر رو میزنن اصلا یو یو اونو نسن. این یه دونه خط قرمزنه، وگرنه خیلی سختی نیست. خب فرض فهمم منظورش اینه که متین و باوقار انزش، این یعنی خانومه. اگه شلوارت مثلا شیش جیب باشه، کفش تانکی باشه، تو باوقار نیستی. که تو صف نظری خانم فرنازم یه چهار تا قیمه گرفته، بعد شما تو صفی ایشون رو دیدی، همون ظاهر مورد نظرتون، میخوام که تو یه دقیقه پیش قدم شماره ایشونو بگیری. چهار تا قیمه؟ فکر نمی کنم برم جلو چهار تا قیمه نظری گرفته باشه. مثلا باش لوکیشن سختی گفتم. من نظری دوست دارم. نظری دوست داری؟ آره میگیرم. خوام قبول باشه. ببخشید همش برای خودتونه، برای یه نفر. چه سری رفت تو نقش. قبول باشه، من حقیقت مادرم مریضه، میخواستم اگه امکان داره نمیتونم تو صف وایسم، میشه یه دونه از قیمهاتونو بگیرم؟ نه اشکالی نداره، همش مال خودمه. یه دونه شو حداقل، حالا چون یه دونه شو برای فهم مامانه تا برای مامانه بری. اوکی دست در من دروغ گفتم، میخواستم اینو ببینم شما چه جور آدمی هستی. من دوتا قیمه دارم، اونا رو هم میدم به شما. بزن روی کلید اسرار اومدی اینجا برام پیاده کنی. و تو چقدر نویسنده و کارگردان خوبی هستی، یه لحظه فکر کنم فیلم نامه نولان اسپویل شده واسمون. بیا برو بابا، مخزنی در صفحه نزده نمیخوام، مخزنی در کلانتری هم نمیخوام. رفتارش خیلی مناسب و یعنی مردونه طور باشه، اینطوری که من از لش و لوش صحبت کردن و اینا اصلا خوشم نمیاد. دوستانم خیلی محترمانه، آروم، مؤدب، به جا شوخی کنه، به جا بگه، بخنده، اینو خیلی دوست دارم. من خوشرو بودن طرف، خوشخنده بودنش یکی از چیزهای مهمه برام واقعا، که وقتی که چون قراره وقت زیادی رو بگذارن دیگه بیشتر. ولی موهای دختره چقدر قشنگه، موهاش هم بلنده، هم خیلی رنگ طبیعی داره، انگار واقعا موه خوشه، ولی نمیدونم اون رنگه یا نه. موهاش خیلی خوشگل دخترم. زندگی رو تقریبا با پارتنرتی، حالت خوب باشه، بخنده، خوشرو باشه، فرشت کنه، یکی این فرشت کنه و حالا بعد دهن اصلا نباشه دیگه. برای دختر به نظر من خیلی کم فوش مناسه، مثلا خیلی فوش نده واقعا. آها یعنی مثلا ریدی تو اعصابش نگه بده ریدی تو اعصابم، بگه عزیزم اندکی اعصابمو خدشه دار کردی. من بیشترین وقتمو دوست دارم با پارتنرم بگذرونم. شما کلا دوست داری که با پارتنرت زیاد وقت بگذرونی، یا دوست داری مثلا مقدار دوری و دوستی هم باشه؟ برخی متمایلن که مثلا هر روز هم دیگر رو ببینن، یا یه روز در میون ببینن، هر روز با هم تلفنی صحبت کنن، خیلی با هم معاشرت کنن. برخی هم مقدار دوست دارن که دوری و دوستی برقرار باشه. سلیقه شما چه جوریه؟ به نظر من باید متعادل باشه دیگه، نه اون شوری شور، نه اون بی‌نمکی. آره همین چیز مساوی مساوی. و نه من هر روز هم دیگه اصلا وقت نمی کنم، من در طول هفته شاید خیلی کم وقت پیش بیاد به جز آخر هفته ها که هر روز باشه. نه اتفاقا من به شدت آدم تلفنی نیستم. هر روز هم نبینیم، اصلا هم تلفنی نیستم، سرم هم خیلی شلوغه. خود تو همون اینستا حفاریاتو بکن، چرا اومدی دیت؟ آدم مجازی چت کن، شب و حوصله‌ات سر میره بشین چت کن تا صبح با یه نفر. رابطه میخوای چیکار؟ بیاد اول ویدیو گرفتم روش، این اصلا یکی به هم زنگ میزنه احساس میکنم من کردن تو زندان، دارن آزادیمو ازم میگیرن، خیلی برام سخته. البته بستگی داره افراد درجه یک، خب قضیهشون یکم فرق میکنه. من خیلی آدم تلفنی و یعنی دوست دخترش پارتنرش افراد درجه یک نیست، جاست مامی. همیشه از من گله دارن چرا جواب تکستتون نمیدی، چرا 4 ساعت بعد جواب دادی. ولی تایمی که دیگه با همیم دیگه، با همیم دیگه، یعنی گوشی تعطیل و با هم میخوایم. حالا فرض فرمایید دیگه با همیم
با همین شما که اینجوری میگی من دیر جواب میدم و فلان، اصلا یه روز غیبت زده، یه روز غیبت زده و حالا میخوای تلفن بزنی به فرناز بگی که آره یا مثلا یه بلایی سرم اومده یا حالا یه اتفاقی افتاده، آیا میتونی اصلا نظرشون جلب کنی؟ زنگ بزن. دلینگ 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 دلینگ. الو الو قشنگ من کیه؟ کجایی تو؟ قشنگ اول کجا بودی تو؟ الان سوال من. وای تو استاد مخزنی داداش، مخ ما رو که الان ما همه مخمون زده شد، ما همه الان به لهله افتادیم. شرینج منو جواب بده. قشنگ من قشنگترین دختر دنیا کیه؟ تو این کل روز اصلا کجا بودی که جواب نمیدادی؟ میگم اصلا اون چیز مهمی نیست، خیالت راحت، به توضیح میدم خیالت هم راحت بشه، فقط به من بگو قشنگ من کیه. اول توضیحت به درد خودت میخوره، به من بگو کیه. کجا بودی؟ باید هم دیگه رو ببینی، پشت تلفن فایده نداره. کجایی؟ اونجا که بودی. کجایی؟ برو همونجا که بودی. بستنی ها داره آب میشه، میگم کجایی؟ اصلا من مهم نیست. بستنی ها داره آب میشه. به انم، به انم. بعد اینجوری جواب تو بده. تو آقا باشه بیا حرف بزنی، دو دوست داشتی بزن زیر بستنی، بزن زیر میشه من برو. یا بگو کجا بودی یا نمیام. بابا تو که میدونی من بستنی هم خودت بخور. هنوز منو نشناختی بعد این مدت؟ نه نشناختم که امروز کاملا باشه قربون شکل میگم بستنی داره آب میشه. نمیام. خب باشه الان اینجوری پایش تلفن توضیح بدم. پیچونده بودی، بلا سرت اومده بود دیگه. ببین چقدر میپیچونه که اینقدر تسلط داره. این حرفو به من نزن. کجا دیگه بودی؟ این حرفو به من نزن. ببین دعا کن بلا سرت اومده باشه. اگه فکر می‌کنی من پیچوندم اصلا فایده نداره دیگه. دست پیش. من اینجوری شدم. منم می‌خوام یه دست پیش. ناراحت شو بزن تو برق. من اینجوری شناختی متاسفم واسط. من دارم بهت میگم قشنگه کی بستنی خریدم. تو راه خونه‌تونم. به من میگی پیچونده، من اینجوری شناختی دیگه به من زنگ نمیزنی. دوباره یه هفته میره تو پیچ. روز کامل نباشم. روز کامل نباشی؟ کاری نداری؟ باشه اگه میخوایم من خودم بکشم بکن. خدا نه برو دیگه. خب الان شما ایشون با هر روشی اومد، شما اصلا کنار نیومدی. واقعا تو یه چنین موقعیتی قرار بگیری اصلا کنار نمیای. ایشون قشنگ من کیه و بخواد لوس کنه و بخواد هر از هر جنبه ای کسی که بخواد توضیح بده و دلت دراره زنگ نمیزنه، میاد دم در خونه میگه بی پایین خدافظ. قشنگ من کیه؟ من بستنی آب میشه. یعنی میخوای بگی تو قشنگ من؟ نه تو اول جواب بده، نه تو اول بگی قشنگ من کیه، نه تو اول بگی قشنگ من کیه. کسی که میخواد به توضیح بده میگه من دم درم، بیا پایین. مکالمه 5 ثانیه. استفاده کنی شما اصلا هیچ رقمه کنار نمیام. اصلا کنار نمیام. یعنی یه روز دیگه هم برو بعد بیا. نمیکنه واقعا پیچونده داشتی سوزاری. خب یعنی شما واقعا این اتفاق بیفته فرض رو بر این میذاری که ایشون پیچونده؟ آره. یعنی بدبینانه ترین حالت رو شما انتخاب میکنی؟ یه اتفاق بدی هم افتاده باشه بالاخره پارتنرت باید انقدر برد مهم باشه. خب اصلا شما اجازه صحبت کردن نمیدادی، حس داشت سعی میکرد که با انواع. یعنی تو یک روز 10 ثانیه نمیتونستی یک پیام بدی بنویسی من فلان جام، من فلان کار دارم میکنم؟ اصلا شما اصلا اجازه نمیدادی؟ کسی که میپیچونه قربون سرقه میره، کسی که یه اتفاقی براش میفته یه راست میره سر اصل مطلب اینه. خب باریکلا خوب با تجربه اینا. چرخ روزگاره. آیا شما درآمد و شغل پارتنرتون براتون مهمه؟ تا یه حدی هم آره، تا یه حدی هم میشه گفت نه. حالا اون آرش به خاطر اینکه حالا بتونه یه سری مایحتاج رو فراهم کنه، یعنی نمیگم که حالا همه چیز در مایحتاج همه کار رو اون انجام بده، نه میتونه 50-50 هم باشه، ولی خب نه دیگه اونقدر نداشته باشه. اصلا افسردگی میگیرم، جوراب و کفش اینو میبینم اصلا حالم بد میشه، اصلا افسرده شدم، درونگرا شدم. الان من درونگرا شدم، کفش و جوراب اینو دیدم. واقعا دلگیره. یکی از دلگیرترین جوراب ها و کفش ها و شلوار های کل دنیا است. واقعا قلبم گرفت. خدا سر شده قلبم گرفت. این چیه؟ این چیه؟ این چی خدایی؟ نه دیگه حالا مثلا حالا داشته باشه خوبه ها،
ولی خب میگم تا یه حدی آره، تا یه حدی مهم. چون کلا معتقدین که هزینه های مشترک تو رابطه باید شیر بشه یا باید همش از سمت آقا باشه؟ نه شیر بشه. شاید اصلا یه روزی پیش بیاد که اون آقا نداشته باشه. عجیبه. فقط به خاطر همین یه جمله تایتل اومده دانا، فکر کنم بگم که تو حتما باید بری. نه منم باید کمکش کنم. شما باور میکنین یه چنین طرز فکری و الان تو جامعه؟ آره 100%. آره 100%. الان آخه باشالا دخترها فوق‌العاده دارن عالی کار میکنن، بیزینس دارن، درآمد دارن 10 برابر پسرها و دیگه اون زمانا گذشته. الان مرکز هم هست، یه ماهی میبینی دختره داره پسر رو ساپورت میکنه. آفرین. پس اون دختری که انقدر مستقل همه کاراشو خوش میکنه، پولشو خوش در میاره، خرج زندگیش میکنه، تو رو چرا رامده تو زندگیش؟ حامی هم باشین، در کنار هم یه چیزی رو بسازین با هم. سوهانه روح نمیخواد، خب پیچوندن نمیخواد که زنگ بزنی بگی قشنگ من که بستنی داره آب میشه. یکی رو میخواد که حامیش باشه از نظر روحی احساسی، که تو موقعیت های حساس زندگی کنارش باشی، نه که بپیچونی بگی قشنگ من که بستنی داره آب میشه. اونجا باش توضیح بده کجا بودی، کجا داشتی حفاری میکردی. آقای حفار. ولی آره هست، ماشاءالله دختر خیلی قوی دارن کار میکنن. شما خودتون اصلا علاقمند هستین که تو رابطه هزینه ها شیر بشه؟ چون برخی آقایون دوست دارن که نخ عشقی، همینجوری عشقی، یه دو بذار دو خودشون هزینه بکنن، چون متصورن که این هزینه کردشون باعث افزایش قدرتشون میشه. شما نظرتون چیه؟ طبیعتاً که عرف ما این شکلیه که پسر باید هزینه ها رو بکنه. منتها یه موقع از دو نفر انقدر دیگه با هم دیگه مچن، میگن آقا میخوام بریم فلان سفر فلان کشور، با هم دیگه میخوایم بریم، حالا مثلا اونجا دیگه سبک سنگی میکنم، اینا هزینه ها خیلی زیاده، و میگه آقا من سهم خودم رو میدم، بلیتش خودم میگیرم، یه همچین حالتی. شما چی دوست داری؟ من از پارتنرم توقع مالی ندارم، ولی برام مهمه که فعال باشه، فعالیت داشته باشه، کار بکنه. یه آدمی که صبح تو خونه بخوابه تا شب، حالا یکی از فعالیتش شغل نیست، ورزش میکنه، نمیدونم کارهای این شکلی میکنه. منظورش اینه که یک آدم تن پرور نباشه، کلا خونه باشه، هیچ کاری نکنه. اینه منظورت؟ متاسفم واقعا واسط. هنرمند، نقاش، ساز میزنه، فعال باشه، یک اکتیویتی در طول روز داشته باشه. الان به تن پرور توهین کردی خیلی راحت. به توقع مالی نه واقعا. و خودتون تمایل دارین که همه هزینه با شما باشه؟ آره چرا که نه. آیا هوش طرف مقابل برای شما اصلا مهم هست؟ 100%. چرا نباید اینطور باشه؟ اصلا آیتم تعیین کننده ای برای شما هستش انتخاب پارتنرتون مثلا آدم باهوشی باشه یا نه خیلی براتون مهم نیست؟ آره خیلی مهمه. این باعث میشه که منم سریعتر بفهمه، یعنی سریعتر با اخلاقیات و خصوصیات من آشنا بشه، حالا بر طبق اون یکم مثلا پیش بره دیگه. شما بفرمایید. آره آدم باهوش جذابه، آدم باهوش جذابه، مخصوصا دختر باهوش خیلی جذابه. آها الان یعنی ما جذابیم. من که خیلی جذابم، چون من مورم ماس میکشم بیرون. تو میگی فه من میرم فرانسه. میدی چرا؟ به خاطر اینکه اینجا تو میشینی یه کلمه میگی من تو این ساعت ما میریم تو تهشو، هم ما همه زرنگیم، چون ما بعضا هممون براش جذابیم. تو جامعه برخی به اشتباه میگن که آره مثلا ما دوست داریم پارتنرمون خنگ باشه، خنگش برامون جذابه. این از دیدگاه شما مرتعید نیست، چرا که شما میفرمایید هر دو کنسل. آیا اصلا موافقین که فرد با هوش بالا قدرت آنالیز بالایی تو رابطه هم حتی داره، میتونه به قول شما آدمو خوبتر بفهمه، میتونه تصمیمات بهتری بگیره؟ موافقین؟ بله. هر دو؟ بله. اتفاقا دختری که باهوشه میدونه کجا باید خنگ باشه، میدونی اونم به انتخاب خودش به موقع. دختر باهوش نمیذاره تو یه روز بپیچونیش، میره مچه تو، رابطتون به یک ماه هم نمیرسه. پس افرادی مثل تو میرن دنبال آدمایی که از بهره هوشی کمتری برخوردارن، چون دختر زرنگ و باهوش میفهمن تو کجایی، میفهمن که نیستی، چیکار میکنی، دروغت کجا در میاد. تو قطعا نمیری سمت دختر باهوش،
چون انسکیور میشی. بلده که کجا باوش باشه کجا. این به نظرم خیلی باحال‌تره، یعنی به انتخاب خودش. خنگ آدم خنگ برای نمیتونم باور کنم آدم خنگ برای کسی جذاب باشه. آره ما دیدیم خودت. ما تو بلایندت مورد اومده گفته من خنگ دوست دارم، دوستم پسره اومد اینجا گفت، دختره گفت من خنگم، مغزم رو میذارم خونه به صورت یک آدم خنگ میام بیرون، دوست دارم خودم بسپارم دست دوست پسر باوشم، میخوام خنگ باشم. گفت اینو همه مدل آدمی داریم آقای محترم. تون ترجیح میدین که آیا 25% جذابتر باشین یا 60% باهوشتر؟ 60% باهوشتر قطعا. یه 60% باهوشتر خیلی جذابیتش رو دار. آخه اینا جذابن، احتیاج به جذابی ندارن. تحصیلاتون طرف مقابل اصلا برای شما آیتم مهمی هست؟ من برام خیلی مهمه، چون یه نفر که تحصیل کرده است حالا وقتی وارد دانشگاه میشه انگار که وارد یه اجتماع دیگه شده، حالا افراد دیگه ای رو میبینه، با استادا صحبت میکنه، کلن یکم پخته تر میشه. به خاطر همین آره خیلی مهمه، چه بسا که لولش هم میره بالاتر. دختر کنسل نه، هنوز چیزی ندیدم که کنسلش کنم هنوز، ولی دیفالت ذهن کنسله دیگه. دیفالت کنسلی مگه اینکه خلافش رو ثابت کنی. من اصلا تحصیلات برام ملاک نیست. اصلا با روی کردهشون موافق هستی که فردی که میره دانشگاه از بچگیش یهو میره توی محیط بزرگی توی اجتماع بزرگتری رو شخصیتش تاثیر گذاره؟ به هر حال وارد اجتماع شدن یک چیزیه که واجبه برای هر فردی، حالا چه شما وارد دانشگاه بشی چه وارد محیط کار بشی. من تجربه شخصی اینه که اول وارد محیط کار شدم، بعد یه سال بعدش وارد محیط دانشگاه شدم و 100,000 برابر پختگی که تو محیط کار به من داده شد از پختگی که تو دانشگاه بود. به خاطر اینکه محیط کار اجتماعه، تو داری اجتماع رو میبینی، ولی محیط دانشگاه یه محیط یه ذره پیشرفته تر از مدرسه است، خیلی تفاوتی نداره، یه فرق زمین تا آسمونی داره تو بخوای با اجتماع یه سر کله بزنی یا با مثلا آدم های همسن خودت که صرفا پیش دانشگاه رفتی دانشگاه، خیلی فرق میکنه. بود برای من تاثیرگذارتر بود و دیگه به نظر من الان الا ماشاءالله مثال هست از آدمایی که تحصیل کردن و اتفاقا کسی که تحصیل کرده است تمام وقتش رو گوشه درس خونده، مثلا کسی که رفته دکترا گرفته بیشتر تایمش رو داشته درس میخونده، طبیعتا تجربه زیستی تو جامعه کمتر داره نسبت به کسی که حالا تو محیط کار بوده یا تو محیط بیزینسی بوده. من اینجوری فکر میکنم. من اینو ولی قبول ندارم اصلا. اتفاقا کسی که حالا دکترا یا حالا هر چیزی هم که شما میگین خونده و هیچ تایمی برای زیست نداشته، این کاملا اشتباهه از نظر من. تو میتونی نمیدونم با هم دانشگاهیت بری فش یه چیزی که تحصیلات طرف مهم نیست. شما آیا عمل زیبایی رو برای مرد میپسندی؟ طبیعی آره، وگرنه اینکه عملی بار بیکن و اینا رو اصلا دوست ندارم. ولی طبیعی باشه میپسندی؟ آره طبیعی مردونه درست دیگه، این همه طبیعی هم. دماغ خود دختره عمل شده یه طبیعی به حساب میاد، نمیدونم، کاش بپرسه آقای شبجان صادقی. شما آیا دختر نچرال بیشتر دوست دارین یا حالا خانومه خیلی عمل زیبایی کرده باشه؟ من نچرال ترجیحن، حالا حالا یه موقعی هستش که یه کار کوچیکی آدم میکنه قشنگتر میشه. خیانت میکنه با اونی که نچرال نیست. خیلی حساسه، ولی دیگه خیلی تو ماچ نباشه دیگه، میدونی متوجه هستی. اون آخه دیگه واقعا خودشون نمیدونن کنسل این قضیه این همه یهو. خانم فرناز خانم، شما الان میبینین که ایشون دارن میگن آقا من نچرال دوست دارم، اما ما بعضا تو میبینیم توی حالا سوشال مدیا اینها این خانمایی که خیلی جراحیای زیاد و اصطلاحا پلنگ تو خیلی بیشتردن. به نظر میرسه که یا تو بورسن یا مورد توجهن. نظر شما چیه؟ ببین به نظر من اصلا پلنگ بودن اینا رو دوست ندارم، ولی من واقعا ببین دیگه انقدر همه خب مثلا طبیعی دارن مثلا بینیشون رو عمل میکنن، دیگه واقعا تشخیصش سخته، چون الان دیگه تو نمیتونی بگی دماغش اینجوریه فلانه اینجوریه فلانه، خودش تا نگه واقعا نمیشه
دماغو گفت که عملیه یا نه. سوالی دارم اینجا، اونم سوالم اینه که ببین اگه عمل کرده خیلی طبیعیه. اگر کلن آقایون نچرال دوست دارن، پس چرا میرن کل پلنگا رو فقط فالو میکنن؟ خسته نباشی، هر کی میاد تو برنامه اینو میگه، اول کسی نیستی که اینو میگه. سوال من بود. خودم من بپرسه. ببین مسئله اینجاست، ما الان داریم راجع به پارتنر صحبت میکنیم، راجع به این نفری که میخواد بیاد تو زندگی تو باش تو رابطه باشی. اون موقع آدم یه تخصصی تر نگاه میکنه و دقت میکنه به جزئیات و اینا. ولی دختر نازه، دختر خیلی قشنگه قیافش، ولی نمیدونم دماغش طبیعیه یا طبیعی نیست، اصلا نمیتونم تشخیص بدم واقعا. از لحاظ اینکه حالا تو مدیا که فالوور بیشتری داره یا هر چیز دیگه، اون در حد ظاهری خب معلومه یه سری آدم ها هستن که خیلی بازتر میپوشن، خیلی هر آقای میره اون فالو میکنه و نگاه میکنه. یعنی ولی شما دوست داری اون بازار رو ببینی؟ ببین نه که من دوست دارم، منو تو تله ننداز، منظورم به اینه که طبیعتاً برای منو تو تله ننداز خدای من، که مردها اندام خانم ها جذابه و به این خاطر خیلی ممکنه فالو بکنن، ولی وقتی که شما میخواید پارتنر رو انتخاب بکنی دیگه مسئله مهمتری میاد وسط. اون به نظرم بحثش جداه، اینکه حالا چرا اونو فالوور بیشتر دارن. نه اتفاقا کلا چرت و پرت گفتی، حرفات بی سر و ته بود، خودت هم نفهمیدی چی گفتی. به نظر من اون آدمی که چشم و دل سیر باشه دیگه اندام و فلان و اینا اصلا براش اهمیت نداره. باش کسی رو فالو میکنه که بر حسب ایدئالاتشه، نه حالا صرفا پلنگ و این داستان و تزریقی و اینا. نه به نظر آخه یه چیزی هم وجود داره، ببین صرف این که یه آدمی اگه عمل زیبایی زیاد انجام میده، شخصیت اون طرف رو نمیتونه مشخص بکنه، مثلا واسه طرفداری نیست. میخوام بگم یه چیزیه که یه سری آدم رو دوست دارن، هی میرن از این کارا میکنن، خب بکنن، اونم دوست داره اون کار رو بکنه دیگه. مثلا این نمیمونه برم به پسره بگم خودتو چرا انقدر سوما زدی برای خودت، آقا دوست داره اونجوری باشه. یعنی نمیتونه شخص نشوننده شخصیت درونی تر. چی میگی؟ وصلمونو سر بردی، یکم تو تله بیوف طرفشه اگه حالا چمیدونم عمل زیبایی زیاد انجام داده. ولی اینکه حالا خود بنده شخصا سلیقم چیه، نه من ترجیح میدم که اونقدر عمل زیبایی واقعا انجام نده باشه. آیا شما با این رویکرد جدید موافقی که پسرا پرنسس شدن؟ تا یه حدی پرنسس شدن، ولی از نظر خودشون اینطوریه که نه ما به خودمون اهمیت میدیم، ما تو مردی، مرد باش، پرنسسی چیه؟ کنسل. ببین تا الان گفتم خیلی عجیبه که یه آدم نرمال اومده تو این ویدیو نشسته داره حرف میزنه، آدم دانا. یعنی چی مرد دیگه چرا به خودت میرسی؟ من میگم آقا کنسل، تو امکان نداره عادی باشی بیا اینجا بشینی دانا. نایت دایی دایت نایی. ببین دور زمونه ما عوض شده خب، و نمیتونی شما بیایی مثلا تو سال الان توقع پسره. به خدا من تو این سه پسره خب داشت مثلا موهاش بلند بود، خب داشت موهاشو شونه میزد و مثلا یه روغنی زد به موهاش، بعد استایل کرد لباسش رو، چه میدونم یه تیشرت مناسب با چه لباسش پوشید، بعد یه اسکارف کوچولو زد به مثلا چه شلوارش فلان، و کامنت ها رو باز کردم آره دیگه همه کارا رو میکنید، یه پسر کامنتشون همه کارا رو میکنید به ما میگم پرنسس، و مثلا دختر اومده بود نوشته بود که بهتون برم میخوره بهتون میگیم پرنسس فلان، و من واقعا ناراحت شدم. میدید چرا؟ به خاطر اینکه واقعا خودمون دوست نداریم پیشرفت کنیم از نظر فرهنگی ها، خودمون دوست نداریم. تو مردی باید اینقدر تا اینجا ریشه دراد، تو مردی باید اینا همه بچسبه تا پلکت ریشات، تو مردی باید وقتی میری دستشویی میای کل اون کف دستشویی پر پشمای فرفریت باشه،
قطعا باید زیر پوش بپوشی با شلوار مامان دوزی. تو مردی، چرا مراقبت میکنیم موهات؟ و میدونی مثلا ناراحت میشم واقعا، مثلا 500 تا مثلا کلی مدل هست، کلی کاری با مدل بوده، مدلیم تو این ویدیو ها ندارم و کلی مثلا مدل های خارجی هست که خیلی در کمال شیکی و در کمال باکلاسی و در کمال مثلا زیبایی میان روتین پوستیشون رو میگن، چه میدونم ما روتین موهاشون رو میگن، چجوری موهامون انقدر سالمه، چجوری پوستمون انقدر سالمه، چم انگشتری که میندازن چیه، ساعتاشون چیه، دستبنداشون چیه، و خیلی قشنگه پیجشون، واقعا پیجشون شبیه مثلا چه میدونم کاتالوگ چه عکاسی های خفن، چه اشکالی داره، چه اشکالی داره مثلا آدم ها به خودشون برسن شیک باشن. واقعا من نمیفهمم اگه مردی چرا این کارا رو میکنی. من واقعا با این حرف واقعا مشکل دارم، خیلی مشکل دارم. پدرت رو داشته باشه، حالا بهشون نمیگم، کلا دارم میگم کنسل شدی، کنسل پدرمون رو نگاه میکنیم لحاظ مردونگی و غیرت و فلان و بسه این کلید واژه هایی که رفته تو مغز ما، ما احساس میکنیم میگه تعریف مردانگی در این هاست. خب ولی الان خیلی چیزا عوض شده، به تناسب شرایط هم خیلی از خصوصیات اخلاقی پسرها هم عوض میشه، ولی این به نظرم خیلی بده که یه چیزایی به شوخی ترند میشه و اتفاقا اون باعث میشه که اون موضوع بیشتر اتفاق بیفته. مثلا اگر شما بگید پسر پرنسس شدن بری تو این وادی، این اتفاق بیشتر خواهد شد. یعنی به نظر من تمرکز روی این ماجرا باعث میشه که شما اتفاقا بیشتر کنی اونو. من کلا خیلی کاری ندارم پسر، اصلا تو مخم، وقتی تو اینستا ویدیو شدیدم تو مخم بود و تو ویدیو تاثیر داره میذاره این قضیه، ولی حرف درستی زد اینجا. خیلی ناراحتم که موافق بودم با حرفی که زدی آقای محترم. خب ولی راست میگه، باعث یه چیزا شوخی میکنن که واقعا تاثیر منفی میذاره تو فرهنگی که میخوایم داشته باشیم. میدونی مثلا میخوایم یه فرهنگ خوبی رو داشته باشیم و میبینیم با اون قضیه هی انقدر شوخی میکنیم، انقدر چرت و پرت میگیم که آدم هم پشیمون میشن که اون فرهنگ رو داشته باشن، پس به بی فرهنگ بودن ادامه میدیم مثل اینکه بهتره. میدونی چی میگم؟ متاسفانه با این حرفش موافق بودم. خیلی ولی به این اعتقاد ندارم. پسرا کجا پرنسس شدن تو این دور زمونه، این همه با این همه سختی و چالش دارن. دیگه بی بار چرت و پرت نگو. روپا نگه می‌دارن. بی برو. پرنسس خودتون این کارو بکنید. بفرمایید که اهل فیلم و سریال هستن. زیاد من خیلی، حالا بخاطر اینکه رشتم من بازیگری هم خارجی ایرانی، همه چی سریال فیلم می‌بینم. اگه تو بازیگرا یه کاراکتر خاصی هست که پارتنرتون شبیه اون باشه کیه؟ من کاراکتر به خصوصی مد نظر نیست، ولی به شدت عاشق براد پیتم، بازیاش هم خیلی دوست دارم. شما براتون مهم هستش که مثلا پارتنرتون یهو عاشق بازیگری باشه، حالا خارجی یا ایران؟ سلمان خان مثلا همه جا تو اتاقش سلمان خان باشه چی؟ یعنی اصلا به چشمتون میاد خصوصا ایرانی؟ مثلا بگی من عاشق شهاب حسینی ام. ایرانی اگه ایرانی ممکنه ارسم بگیره حسودیم بشه به خودی نمیتونه، اون میگیم خارج نیست دیگه، اینجا اینجوری هنده دست از سرم بردار نیست اینجا، یا ممکنه پس بردار کار خراب بشه. نه حالا اونقدر نه، شوخیه، نه اونقدر. شما خودتون علیه فیلم آره مسئله. آره اون جنبش میتو بود در اومده بود، آدم یه اسمایی رو میدید که اصلا به ذهنش خطور نمیکرد که این آدم اصلا در دسترس باشه، که اصلا اسمت بیاد تو این قضیه. پشمام ریخته بود اسم بعضی ها رو میدم لسنی. ببین من این شکلی هم که بعد مثلا یه 20 نفر بگم آجی این فیلمه رو دیدی چقدر خفنه، دیگه اونو میرم میبینم. مثلا کل فیلم های کریستوفر نولان رو دیدم، ولی میگم دیگه باید یه چیزی خیلی واقعا خوب باشه. بابا بیا برو جوراب تو عوض کن، کفش تو عوض. اصلا ببین نزد خواهرانه خواهش میکنم، این کفش و جوراب و شلواری که الان تو این ویدیو پاته بسوزون، نابودش کن، آتیشش بزن، چهارشنبه سوری پرتش کن تو آتیش. اصلا افتضاحه. این ویدیو من هیچی نفهمیدم، بس که دلم گرفته با این جوراب و کفش تو. بشینم پاش نگاه بکنم. شما آیا کاراکتر خاصی هستش که مورد نظرتون باشه تو بازیگری که دوستش باشه، پارتنرتون شبیه اون باشه؟
ببین آره، توی افعی تهران دکتر روانشناس سر دولتشه، اصلا به نظر من سر دولتشه بلده و بازیگرا هم که گلشیفته فرهانی اصلا بلده. این چی؟ فوق العاده است. و هدیه تهرانی بفهمه که اهل متو هدیه تهرانی کراش ملت دنیاست. دست گوشتی رو بد کسی یه تهرانی. بله هم هستی؟ بله، نمایش نامه من بیشتر میخونم. آخرین نمایش نامه ای هم که خوندم کلفت ها اثر جان جنه بود، خیلی هم بشه. کلفت ها ممکنه بخونی کلفت ها. من به شدت اهل مطالعه هستم، آره واقعا کتاب دوست دارم. و عقیدم اینه که مثلا تصور بکن الان یه ماشین لباسشویی آخرین مدل به شما بدن، تو نمیتونی باش کار بکنی، باید دفترچه راهنماشو بگیری بخونی یا یکی بیاد توضیح بده بگه این چجوری کار میکنه تا بتونی با اون ماشین لباسشویی کار کنی. حالا ما یه ذهن و یه بدن و یه جهان به این خارق‌العاده‌ای و پیچیدگی داریم، حتما باید آدم نظر صاحب نظر رو بخونه بفهمه اصلا تو این دنیا اومدیم چیکار. خب چیکار می‌کنیم؟ نشنال جیوگرافی ببینی بخونی کنیم چه خبره؟ ما کیم؟ شما کیم؟ چرت و پرت نگو. من آره میخونم، روانشناسی میخونم، فلسفی میخونم، رمان میخونم، کلا خیلی لذت میبرم از کتاب خوندن. بفهمه که متولد چه مانی خو. اگه پینوکیو بودی الان دماغت درون سوراخ کرده بود. هستی تیر. من متولد بعد بگی بعد شو بزنم اوه اوه اسم اون ما بزنم اوه خوردادی. آره اوه خوردادی خیلی مودی ان. شما میدونستین که خوردادی با تیریا خیلی مچن؟ والا مچ نیست. ترول. کجاش مچ؟ ترول. نمیدونستی مچ؟ من میگم من میدونم شما میدونی. شما میدونستی؟ من نه، من کلا اعتقادی ندارم. اصلا اعتقاد نداری به طالبینی. شما اعتقاد داری؟ آره. ویژگی‌های تیر ماهی چی است؟ تیر ماهی دانا، آدم حساب دانا. احساسیان خیلی زود رنجن. زود رنج. وقتی که احساسیان راحت هم میتونن احساساتشون رو پنهون کنن. خیلی خونگرمن، کسی هم که میتونی کنارش حرف دلتو بگی، یعنی کامل میتونی سفره دلتو باز کنی. شما اصلا قبول داری که خوردادی یا مودی هن؟ شما مودی خودت؟ ببین من چون باور ندارم به این خصوصیات، به نظر باور جمعیه. یعنی وقتی که شما مثلا تا سر از تخم در بیارید میگن آقا خردادی، خردادی ها اینجوری هم اونجوری، یعنی یه ذره میگردی تو خودت پیدا میکنی اون خصوصیات رو پیدا بکنی. نمیخوام فلسفه بچینم ولی من مودیم. سه ویژگی بارز خودتون هم بفرمایید. خیلی مهربونم، خیلی به فکر دیگرانم و بی نهایت عاشق خودمم خیلی زیاد. من میتونم بگم خودشیفته ای؟ فکر میکردم یه خصوصیتی گفتی به اسم مهربونی. آدم خودشیفته آدم مهربونی نیستن، سنگدلن. اتفاقا میگم که یکی از ویژگی که دارم هر جایی که باشم ازش شرط مناسبی هم نباشه بهم خوش میگذره. مثلا واقعا جایی نیستم که بعد بگذری حالا خوب باشه. مثلا تنها تو خونه است، تنها تو خونه است با گوشیش آهنگ گذاشته، مثلا یه دونه لیموناد درست کرده ریخته تو لیوانش، تیپ زده، حالا خدا میدونه از اون ور دوربین عطرم زده برای مخاطباش یا نه، میونه دیش از یه چنه قدم زدم بعد که بابا خود تو این کار رو میکنی معلومه وقتی تنها این کار رو میکنی خب معلومه تو همه جبت خوش میگذاره. ویژگی بعدی با هر تیپ شخصیتی میتونم ارتباط برقرار کنم، با هر قشری، واقعا هر قشری. دختر باشه علی لزه دوستای مختلف اشعار مختلف اومدن، دزدان و رندان و واقعا همه آدم ها رو دوست دارم، حتی اونی که به بدی کرده یه تایم. اونی که 200 کیلوه چیه؟ یادت تو این کردی؟ یادته؟ اصلا کینه هیچ چیزی تو دلم نمیمونه، چون به نظرم اگه کینه تو دلت بمونه به خود داری آسیب میزنی، مثل سم میمونه که تو وجود خود داری نگه میداری، به اون آدم آسیب نمیزنی، داری در اصل به خودت آسیب میزنی. بنابراین شما با خودتون ازدواج میکنین؟ چون میفرمایین که من خیلی عاشق خودمم. آره خیلی خودمو دوست دارم، همیشه تو اولویت خودمو قرار میدم و به نظرم درستش هم همینه. اگر تو میخوای دوست داشته باشی اول خودتو دوست داشته باش، این خیلی مهمه. حالا فرض فهمین که شما توسط فردی بخواین کنسل بشین، فکر میکنین به خاطر چی بوده باشه؟ به خاطر خودخواه بودنم یکمی. آدمایی که خودشون دوست دارن خودخواه هم هستن خیلی جا. واقعا به خاطر مودی بودنم باشه ممکنه. واقعا به طور کل چه کیسی عدید شما کنسله؟ بددهن باشه،
اخلاق نداشته باشه، به خودش نرسه، به خانوادش احترام نذاره، الفاز. به من احترام نذاره، من تو اولویتش نباشم، مودی باشه و بوی ناخوشایند بده و همین، و جوراباش دلگیر باشه، کفشش زشت باشه، شلوارش هم به هیچ کدوم از اونایی که پاش نیاد. من یکی همون که گفتم به آدمی که حال پوز دادنه، واقعا اصلا چه پسر چه دختر اصلا نمیتونم تحمل بکنم یکی بیاد بشینه فقط بخواد پوز بگی و اینا. و از آدم، از دختر متوقع، از کسی که از لحظه اولی که میشینه جلوی تو دنبال، به خاطر اون کتابایی که خوندن کلمه رو پیدا کرد، متوقع توقعاتشه. من اگه احساس بکنم دختر متوقع کنسله، ولی اگه احساس بکنم اصلا اینجوری نیست، صدمو میذارم، یعنی دیگه با تمام وجود، هر اگه 5 میلیون تو جیبمه کل 5 میلیون هم ازینه میگم مثال، ولی برعکسش باشه اصلا میبرم یه فلافلی تمیز با نوشابه با هم میخوریم و خداحافظ. چقدر شما از پیشرفت طرف مقابل استقبال میکنی؟ برخی مردان هستن تمایل ندارن که خانمشون خیلی پیشرفت کنه، احساس میکنن که همچنان از قدرتشون تو رابطه کاسته میشه، یا اصلا دوست دارن خصوصا که از خودشون بالاتر بزنه، حالا توی حال مسائل مالی و یا حتی اجتماعی، موقعیتی و شغلی. شما نظرتون چیه؟ من فوق العاده استقبال میکنم، یعنی اصلا تو تجربه هایی هم که داشتم اتفاق افتاده، یه موقعی دیگه اینقدر پر و بال دادم پرواز کرده رفته، من خدافظ واقعا خوشحال میشم، حتی اگه کنار من اگه شما این نفر رو دوست داشته باشی، مثلا یه چیزی مد شده و میگفتن عشق یعنی حالت خوب باشه، به نظر من عشق خیلی واقعی یعنی این که حال اون طرف برای تو مهم باشه، ارجح تر از حال خودت. ارجح. من خیلی استقبال میکنم. من حتی یه رابطه 5 ساله داشتم، بعد از این که از هم دیگه داری پوز میدی لطفا پوز نده که رابطه داشتی قرار بود جدا بشیم و اینا. داستان جدایی ما اینجوری بود، من یه 10 جلسه با هم رفتیم تراپی، هم آدم حالا خواستگار داشت، خواست ازدواج بکنه و اینه، گفتم اوکی بیا پیش این آقا، بیا پیش این بنده خدا، این بهت خیلی کمک میکنه که در ادامه راه اگرم انتخابی میخوای بکنی انتخاب خوبی بکنی، خداحافظ شما. یه در این حد یکی دوست داشته باشم خوشحال میشم از پیش رفت. پشمام داره میگه من 5 سال باهاشی بودم، انقدر عاشق اینم که پارتنرم پیشرفت کنه، که دیدم خواستگاره اومده میگم بی برو پیش اون، آیندت خیلی بهتره. داداش این خواستن چیز نیست، پیشرفت اون آدم نیست، یه اسم دیگه داره، صلاح نیست بگم پیشرفت کردنش. یعنی شما با یکی 5 سال بودیم، بعد اون میخواسته بره با یکی دیگه ازدواج کنه، بعد شما تازه بردیش مشاور که انتخابای بهتری داشته باشه؟ ببین ما 5 سال با هم دیگه دوست بودیم، اختلاف سنی ما خیلی زیاد بود، هم من هم ایشون میدونستیم که ببین اصلا اسمی که داره کاری که کرد اصلا در حد ما نیست که بگیم نگین. نمیتونیم در آخر کنار هم دیگه بمونیم، یعنی نشد. بعد از اینکه 4 5 سال گذشت متوجه شدیم که آقا در نمیاد، یعنی بعد از اون خب با خیلی خوبی و خوشی بدون اینکه بخواد مشکلی پیش بیاد. من وقتی میدونم الان این آدم تایمیه که هم خانواده‌اش هم خودش استقبال داره میکنه که ازدواج کنه، خودش هم دوست داره اینو، منم هنوز به اون پختگی و به اون درک و به اون درجه نرسیدم که تو به اون پختگی هیچ وقت نمیرسی، در رفتن از زیر بار مسئولیت‌های زندگی نمیدونی من به پختگی نرسیدم. خواستم مثلا انتخاب همسر داشته باشم، خب برای چی به طرف بازی بدم؟ میدونم که بعد بره پیش زندگیش. 5 سال بازی دادی دیگه. آره تا اینجا شما موافقم، ولی اینکه بعدش دو با هم بریم مشاور که تازه راهنمود بده پارتنر بعدی چی انتخاب کنی، عجیب نیست؟ شاید بعد گفتم ریدی اون 10 جلسه اینجوری نبود که ما با هم بریم مشاوره، منم بشینم اینجا اونم بشینه دکترم بشینه میگه خب نه دکتر نظرم این پسر رو اینجوری رو کنسل کنیم دیگه، نه اینجوری نبود، منظورم این بودش که 10 جلسه پیش مشاوره خودم رفت، مشاوره گرفت و اینا و دیگه اصلا دکترش شد و خیلی اصلا الان فرق کرد. آره همون. خب بفهمی که شما ایزی ویزی میده که مهم اینه که از زیر مسئولیت خارج شدی دیگه، باریکلا خیلی زرنگی. ما تا اصلا خودتون عاشق شدین؟ فکر نمی کنم. خب اصلا تعریف خودتون از عشق چیه؟ ببین تعریف من از عشق اینه که یه نفر اونقدر دوست داشته باشی که خودت رو در... خب من بیام بگم اون وقت لاشیه، خب میام میگی نه کجا میدونی لاشیه، خب مشخصه دیگه، به خود همه اینا رد فلگه، اینا همه نشونه است، کسایی که نمیبینن نشونه ها رو درگیره
درگیر هورمون میشن، باور کن. خدا در نظر نگیری و اون طرف مقابل رو در نظر بگیری و حاضر باشی که از خود گذشتگی بکنی به خاطر اون. اگه از تعریف خودم بگم بله شدم، ولی اگر از تعریفای امروزی که اینجوری که وای من دیگه دارم میمیرم بکشم خودم و تو نباشی منم نیستم، نه. شما یه تالا عاشق شدی خودتون؟ به نظر من پنج سال باید که بودم یه عاشق نشدم، ولی به نظر من عشق یعنی به سال نرسیدن، یعنی کلا اینطوریه. من دوست دارم که یکی رو خیلی دوست داشته باشم که بهش برسم، دوست ندارم که عاشقش باشم آخر نرسم. من خیلی با این حرف موافقم به خاطر اینکه گفت دوست ندارم عاشق باشم نرسم ولی دوستش داشته باشم برسم. در تمام داستان‌ها و در تاریخ و ادبیات وقتی نگاه می‌کنی، عشق اون چیزیه که تو به دستش نیاوردی. ببین تو یک چیزی رو با تمام وجودت دوستش داری، خب 10 سال باهاش زندگی بکنی اون حس اوله نمونده. نمیگم دیگه رو دوست ندارن دیگه، ولی دیگه چیزی تعریف به اسم مهم نیست. حرفتون بفهمین که خط قرمزاتون تو رابطه چیه. از آدمی که چشش هی به چرخ اینور اونور به شدت متنفرم، آدمی که هی با این و اون صحبت کنه، هی چشش بچرخه، تعهد نداشته باشه. من تعهد نداشته باشه من کلا نمیتونم. خود شما خیانت رو چطور ترسیم میکنین؟ تو چه لولی میبینین؟ برخی هستن مثلا حتی یه چت سادرم با یه جنس مخالف خیانت میدونن، برخی این که احساس درگیر بشه، برخی هماغوشی. شما برای هماغوشی تو رو خدا بیا هماغوشی رو خیانت حساب نکن. خیانت چی رو تصور میکنی؟ خیانت اسمش روشه، خیانته، یعنی حد و مرز نداره، نمیشه برای چارچوب درست کرد. تو بر فرض مثال اسمش روشه خیانت، یه شخصی با من تو رابطه است، همچنان که با من تو رابطه است داره با این و اونم چت میکنه، بله اسمش خیانته. حالا دیگه چه برسه به این که بخواد همخوابم بشه. من رفتارش تو جمع برام خیلی مهمه، یعنی رفتارش چه تو جمع دوستای خودم چه تو جمع دوستای خودش، برای من رفتارش تو جمع خیلی اهمیت داره. و چه رفت به خیانت؟ من این شکلی نیستم که بگم برای چی با این خندیدی اونجا اینجوری نگاه کرد، چی داشتیم میگفتین، این خیلی بده. اون خیانت روانیه اون آدم، همچین آدمی به نظر من مشکل ذهنی داره تو ذهن خودش، ولی متوجه هم میشه آدم که الان داره چه حرفی میزنه، چه مدل حرفیه. طبیعتا این برای فکر می‌کنم هر آدمی کنسل احساس بکنه که پارتنرش داره با همه بگو بخنده غیر مجاز میکنه، برای همه فکر می‌کنم جزء خط قرمز باشه. برام مجاز رو کی تعریف می‌کنه؟ تو که 5 سال با یکی بودی اسمشو نمیذاری عشق و علاقه، بعد رفتی گفتی تو خواستگار داری. برو برو عزیزم، من نمیخوام مسئولیتی داشته باشم، برو آیندهت با اون آدم روشنه. بعد 5 سال تو مشخص میکنی چی مجازه، با کی بخنده با کی نخنده. واچ دیدگاهتون نسبت به روابط جنسی پیش از ازدواج چیه؟ منتفیه، چون به نظر من از نظر خودم و این نظر شخصی خودمه، تئاترم میخونه نظرش اینه، پشیمام که درست نیست. چون اینطوری که شما اگه داشته باشی بعدها هم تا وقتی ازدواج کنی خواهی داشت، شاید حالا با اون یه نفر یا با هر آدم متفاوتی که تو این دوران میاد تو زندگی. خیلی دوست دارم راجع به این قضیه و این سوال نظر شما چیه آقای مادرم؟ من اصلا دوستش ندارم اینو. پس یعنی شما نه تنها برای خودتون، میفرمایید که حتی برای پارتنرتون هم دوست ندارین که ایشون هم قبل از ازدواج روابط جنسی داشته باشه؟ نه. ببین این رو چه حسابینو داره میگه دختره؟ عقلت کمه؟ والا 2 دقیقه پیش برگشتی گفتی من خیلی باهوشم، زرنگم، من دوست دارم آدم های باهوش و زرنگ و آیکیو بالا. جد به اینجا رسید خنگ شدی؟ یه درصد خیلی مهمی توی رابطه جنسیه، یعنی من دوست دارم راجع به این موضوع ذره صریح صحبت بکنم به خاطر اینکه گارداسیلاتو زدی؟ امیدوارم اشاره کنی صریح صحبت میکنی. یکی از دلایلی که ما تو خیلی از این مسائل ضعف داریم اینه که انقدر ترسیدن همه راجبش حرف بزنن و یه چیز تابو وحشتناکی میخواد با یارو شروع کنه صحبتو. سلام خوبی، من خیلی صریح میخوام صحبت کنم، پایه هستی اصل بده. که اتفاقا برعکس بی فرهنگی توش داره رواج پیدا میکنه، چون اصلا کسی راجبش حرف نمیزنه. فکر میکنم نمیدونم کجا بود درصد نگفته سنشو،
زیادی از جدایی ها به خاطر اینه که زن و شوهر با هم دیگه رابطه خوبی ندارن، یعنی خوب هم بستن نیستن با هم و اصلا شما تصور بکن که همه چی اوکی، ازدواج بکنید و تو رابطه جنسی خیلی بد باشید، اصلا با هم مچ نباشید، آخه تمومه دیگه. ازدواج پس چیه؟ خب دو نفر آدمی داری همخونه شدین در اصل با هم دیگه. به نظر همه ما منتظر نطق جنابالی بودیم. برای من حالا برای ازدواج بعد از اینکه آدم ها همدیگه رو شناختن و همدیگه مطمئن شدن، اصلا به نظر من جزء واجباته که شما ببینید از این لحاظ هم با هم مچ هستین یا نه. وگرنه اگر همین حرفا دختره رو گول میزنه، با همین حرفا گوشتون رو باز کنید، چشتون رو باز کنید، بیا یه بار اول پیشم ببینم اصلا میتونم با تو بسازم یا نه، بعد دیگه میره تو پیچ. نباشین که اوکی، ما میگیم این حرف شما درسته، ولی حالا شناختی، حالا تا یه حدی هم پیش رفتی، لبخندت چی میگه؟ وقتی خواستی تموم کنی فکر نمی کنی برای اون دختر چه حالا تبعاتی داشته باشه؟ برای پسرم تبعات داره، برای شما... دختر چندین برابر بیشتره، خیلی بیشتر بله. از پسره. زندگی بله. سختی خودشو داره، این یکی از سختیه که آدمو باید باش کنار بیام و اتفاقا بعد از این اتفاق که از یه آدمی که خیلی دوستش داشتی باش هماغوش شدی جدا میشی، به نظرم خیلی درسای مهمی میگیری، میفهمی که آقا هیچ چیزی موندگار نیست، زیباترین چیزا تموم میشه در زندگی و این هم یکی از سختی و چالشایی که آدم باید باش کنار بیان. من اینو تو کتابا اینو خوندی؟ ترجیح میدم به اینکه برم زر خونه زندگیم با یکی که تا آخر عمرم مثل خواهرم دیگه شده باشه. ازتون میخوام که از ده امتیاز ببینیم باغ نیست امتیاز، یه امتیاز اولیه به هم دیگه یک با شما آه نه صفر سه تو صفری شیش فکر می‌کنید که طرف مقابل صفر. تا اینجای برنامه از شما خوشش اومده یا نه با لایک و دیسلایک. 3 2 1 شما آیا الان تا اینجای برنامه از طرف مقابل خوشتون اومده یا نه؟ 3 2 1 حالا این چیه دختر خوب؟ این چیه؟ این نداریم، این چیه؟ یا پایینه یا بالا، بلا تکلیف. آیا تصوری از ظاهر همدیگه دارین؟ با این صحبتهایی که ایشون کردن فکر میکنم یه حالتهایی مثلا یه خورده چش داره، از ظاهرش مثلا یه خورده قدش باید بلند باشه، مو داره، دماغ داره، پیکلش نه اونقدر بزرگه نه اونقدر کوچیکه، دندون داره، دهن داره، لباسش فکر میکنم باید کلاسیک باشه، اسپورت. خیلی ببین بالا میاری جوراب و کفش و شب بالا میاری نمیخوره که باشه بهش، و فکر میکنم مشکی هم باید باشه، چه شب رو مشکی باید باشه. من هیچ تصور ظاهری ندارم از ایشون، واقعا قشنگه، اصلا ندارم، دروغ شد. و رسیدیم به هیجان انگیزترین قسمت برنامه، جایی که دیگه پرده رو برداشتیم و قراره که فرناز و خشایار برای اولین بار همدیگه رو ببینن و ما ریاکشنشون رو ببینیم. با شمارش 3 2 1 که من 3 2 1 سلام. سلام، خوب هستی؟ خوبی؟ واقعا هیچ آیدی نداشتم. سلامتی؟ من حال چیزایی که گفتم درست بود فکر کنم، به جز دیگه خورده استایلتون اینه. کفشمو دیدی؟ راست بگو. آره. گفتی کلاسیک. خیلی هم باهوش زدی که فکر می‌کنم کلاسیک باشه. آره. مثلا با کالج کی؟ مشخص شد. دیگه. ای نداره، ولی خب حد سری کنم. من همینطور. قربونت شما فدات. ولی قربونت شما فداتون. سلام تحسین. انگار مثلا ای دیدنیه. آره، من فکر می‌کردم یه گنده اینجوری. آره، من فکر می‌کردم یه بار سنتون هم جدی فکر کنید گفتم چند ساله هستی تو برنامه؟ یادم نیست. خب خوبه. چقدر می‌خوره؟ گفتین سنتون بیشتر. خوره بیشتر. نه، بیشتر شما نمی‌دونید، چجوری میگی بیشتر؟ حالا بیشتر می‌خوره دیگه. مثلا چقدر می‌خوره به من؟ مثلا 37. 37 دختر کوره؟ واقعا آیکیوت خیلی بالا نیست، این همه تعریف کردی از هوش و ذکاوتت. تازه صدامو بذاره بیشتر میخوره، فکر کردم مثلا یه پدر 55 ساله رو آوردیم آش 37 بعد صدامو بذاره بیشتر بخوره، تصور یه پیرمرد اوج جوونی. بله بله، من که معتقدم به این خیلی، ولی من 28 سالمه حقیقت. چاکرت، خوشبخت. خب فرض فرمایید که تو پسرت سنشو نگفتید، ولی دیگه فکر نمی‌کردم یه سالم من کوچیک‌تر باشه. ریدم
یه شما همدیگه رو دیدیم، با رویات همدیگه هم کامل آشنا شدیم، یه امتیاز نهایی داریم از 10. 3 2 1. آیا الان فکر میکنی که طرف مقابل از شما خوشش اومده یا نه با لایک و دیسلایک؟ 3 2 1. رسیدیم به هیجان انگیزترین لایک بده، اصلا قلبم میشکنه. جذابترین قسمت برنامه، جایی که دیگه میپرسم از فرناز و خشایار که آیا تمایل دارن دیت دوم با هم دیگه برن یا نه. با شما رسید 3 2 1. من 3 2 1 بفرمایی که چرا دیسلایک؟ خیلی خوبه که این سوال رو میپرسیم، به خاطر اینکه امتیازشون هم دیدین خیلی بالا دادم، به نظرم بسیار دختر زیبا و همه چی تموم و با شخصیت. میخواد بگه من برام مهم نیست زیبایی، تنها دلیلش اینه که فقط از لحاظ تیپ شخصیتی، چون بحث رابطه است. از نظر تیپ شخصیتی میدونی منظورش چیه؟ منظورش اینه که این پا نمیده بیاد خونمون، این سفت و سخت مخالف این قضیه است که ما با هم دیگه. یعنی شاید یه دوست خیلی خوب با هم باشیم، ولی علاوه تیپ شخصیتی فکر میکنم که از اینایی هستش که مثلا ممکنه در آینده مشکلات زیادی بخوریم، یا مثلا چه میدونم خیلی شک ایشون رو من برانگیخته بکنم، یا آرامش ذهنی ایشون رو احتمال داره که بگیرم. آرامش ذهنی نه، آرامش گیرم این یک. و دو، از اون برم منم هستم دیگه، من خودم چون آدمیم که خیلی دوست دارم آزاد باشم و اینا، یادم که مقدار شاید حساس تر باشه برای من هم ممکنه اذیت کننده باشه، ولی باز میگم بسیار بسیار دختر شیک و زیبایی همشه. خب من شما رفتتون شک برانگیزه که فرضو بر این میذارین که شون تو رابطه احتمالا خیلی به شک بخوره و خیلی آزرده بشه. بله. چی بگم، بالاخره دیگه هست. خب چرا دروغ بگم، به خاطر اینکه خب مثلا یه مقدار شد خودش داره میگه من پی پیه، دیدیم یه اصطلاح هست میگن خودش داره میگه آقا وقتی طرف رو بعد 5 سال رها کرده که بره شوهر کنه یعنی چی؟ اصلا اهمی خاطرت ما تو تهش رو رفتیم بعد از 5 سال. اینستاگرام من شلوغه، اینا همه دلیل میشه، یعنی دختر حساس قطعا نمیتونه کنار من باشه. تو خودی بخواه دستم دارم تو رو خدا دستم نارد نشه، یه روز حالا پشیمون شده میخواستی چیز آره بهم بگو، استرس داشتم باشین یه تیکه آخر رو الان. شما بفهمید که چرا دیسلایک؟ به خاطر اینکه ایشون واقعا پسر با شخصیت خوب مؤدب و با احترامی هستن، ولی من کلن با یه چیزی مشکل دارم، من با مودی بودن نمیتونم کنار بیام اصلا، یعنی نمیتونم اینو تحمل کنم که یه روز خوب با بابا مسخره کردن باشه، یه روز بد باشه، یه روز خوشخنده، یه روز عبوس و نمیدونم اخمالو، اصلا اینو نمیتونم تحمل کنم. از من مودی بودنم این شکلی نیست، مودی هستم واقعا، خودم گفتم مودیم، ولی مودی بودنم این شکلیه که مثلا یه جا نشستیم داریم خوش میگذرونیم اوکی فلان، اینو یهو کلافه میشم، میگم من بلند شم پاشم برم خونه، دیگه حوصله هیچ کس ندارم. من اصلا اینطوری نمیتونم. تو روانی شارژش تموم میشه دیگه آخرش. خیلی نگران بودم اینجوری بشه، این اوکی از وجدان دیگه یهو دارم میخوام محمد خیلی بالم خیلی حالم بده، میخوام من همین الان خونم خوشحال شدی دیسلایک گرفتی؟ آره واقعا خیلی استرس میگرفتم اونجوری. به پایان این بلایند رسیدیم، امیدوارم که لذت برده باشید. خدا رو شکر، یعنی نفسم به تنگ اومد، یعنی خیلی خوشحالم که من بلایند دیت شوهر مردم رو با شما دیدم، از صبرم خارج بود اینو بشینم تنهایی ببینم. کنسل اندر 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 کنسل اندر